درود بر همیهنان گرامی در خدمت شما هستیم با یک بسته تحلیل خبری در این ساعت در ابتدا با ویژه برنامه اخبار جنبش انقلابی 1401 با علی جوانمردی خدمت شما هستیم و در بخش بعدی به عملیات پاکسازی که سپاه همزه در مهاباد انجام داده خواهیم پرداخت پس تا انتها با ما همراه باشید دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفا برای حمایت از ما، کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. در ویژه برنامه که اخبار جنبش انقلابی 1401 خدمت آقای جوانمردی هستیم. ایشون در این برنامه درباره تیم غیر ملی فوتبال صحبت می و میگن که تیمی که این همه شعار بیشرف بیشرف پشت سرشه باید همینطور اینطور ببازه و در ادامه صحبت هاشون به فعالیت های لیدر های میدانی میپردازن و راهکارهایی رو به لیدر های میدانی میدن برای تقسیم بندی شهرها بین خودشون برای انجام فعالیت هاشون تا بتونن متمر متمرکزتر این جنبش رو جلو ببرن و نیروهای سرکوبگر رو خسته تر کنن. شما رو سمیمانه دعوت میکنیم به تماشای این بخش تحلیلی. میفرستم به همیهنان گرامی به در داخل ایران از تیم فوتبال گفته تیم فوتبال اسمش مال ایران مال ایران نیست همه میدونن تیمی که شعارهای بیشرف بیشرف تماشاچیان ایرانی پشت سرش بود همونقدر میتونه پیروز و موفق بشه که حکومت جمهوری اسلامی لعن و نفرین 80 میلیون ایرانی رو فرق سرش هست و همین دلیل قابل پیش بود اینها تیم ملی مردم ایران به حساب نمیان ولی در داخل ایران قیام در اکثر مناطق ایران در این لحظه کماکان ادامه داره به ویژه در کردستان یک قدم جلوتر جنگ علنی هست بین نیروهای دشمن اشغالگر با جوانان کرد دشمنی که تا دندان مسلح جوانانی که با سلاح شرف و اراده دارن می جنگن و دفاع میکنن در مقابل اهریمن آخوندی همین لحظه در تهران سعادت آباد دولت آباد نارمک چیتگر فلاح اکباتان شهر زیبا یوسف آباد جنت آباد اندیشه فاز یک نیاوران بلوار فردوس ولی اصر تظاهرات هست در شهر ری تظاهرات هست در حمایت از کردستان و انقلاب سراسری ایران در مناطق دیگه هم هست ولی تعدادی از لیدرهای میدانی موضوعی رو برای من فرستادن در مورد تهران از خود تهران که توجه شما رو جلب میکنم به این مسئله تهران 656 کیلومتر مربع خیلی ساده این رو میشه به 20 منطقه دست کم تقسیم کرد یعنی خودمون این کار رو بکنیم خیلی شدنی و قابل انجام هست یعنی هر منطقه حدوداً 33 کیلومتر فرزن خب تصور کنید اگر لیدرهای میدانی در این 20 منطقه در هر کسی در منطقه خودش شروع بکنه یعنی هر کسی محله خودش از محله خودش تا کانون این یا مرکز این تظاهرات و قیام چند کیلومتر خیلی فاصله کمی هست کسی نمیتونه بگه نمیتونم برم در این 20 منطقه دست کم اگر تظاهرات بشه میشه به راحتی جمهوری اسلامی رو فلج کرد یعنی اینها امکان نداره بتونن در از 20 منطقه همزمان با مردم مقابله بکنند حالا 20 منطقه جغرافیای هر یک از این مناطق زیاد هست کم نیست که میشه بعد با افزایش جمعیت این مناطق تقسیم بشه به مناطق بیشتر به چهل و پنجاه شست منطقه که کانونهای قیام خیلی بیشتر بشه و این مهم هست که دشمن هم نمیتونه تحت هیچ شرایطی در همه این مناطق باشه مناطقی که گفتن مثلا میدان پروین جایی که خیلی مهمه بلوار پروین تهران پارس یه منطقه منطقه دوم حکیمیه تقاطع عبدالرزا و شکوفه منطقه سه پیروزی فلکه دوم نیروی هوایی که اونجا خیلی حساس هست منطقه چهار مسعودیه فلکه دوم مسعودیه پنج حسین آباد میدان هروی بلوار پناهنیا پناهینیا این منطقه حساس شش ارامنه مجیدیه خیابان حسن بنا هفت نازم آباد خیابان مدنی هشت شوش خیابان هفده شهریور نه شهر ری که در حال حاضر شهر ری تظاهرات هست دولت آباد میدان دولت آباد ده قیتریه بلوار کابه یازده کاوسیه میدان ونک ونک هست در حال حاضر دوازده به سال شیرازی خیابان کارگر شمالی سیزده منیریه میدان منیریه چارده نازی نازیاباد. آبادی که دشمن رو به زانو در آورده در شبهای گذشته همه شاهد فداکاری آباد بودیم پونزده خیابان ولی اصر که همین امشب هم هست 16 بهداشت میدان معلم 17 فردوس خیابان کاشانی 18 پونک بلوار کمالی نوزده جنات آباد خیابان مخبری 20 تهران شهر بلوار تهران شهر این مناطق با افزایش جمعیت،, جمعیت میشه بیشتر هم بشه مثلا دو برابر سه برابر بشه دشمن زمین گیر میشه یعنی در هر منطقه ما بگیم منطقه ما کجاست شروع بکنیم یک راهبندان با آتش همین آتش روشن کنید آتش های بزرگ شما حتی اونجا هم نباشید خود به خود راهبندان و بعد از اون کنش انقلابی شروع میشه چون کاملا زمینه آماده است خیلی میگن ما چی کار کنیم خیلی ساده است همه میتونیم با تجهیزات از خونه خارج بشیم بیایم بیرون هم میهنان گرامی در حال حاضر وضعیتی که بر قیام سنگینی میکنه دشمن میخواد چشم قیام رو در کردستان کور بکنه کردستان اگر اگر بیفته ایران افتاده این رو با سراحت بگیم همه باید بدونن دیگه زمان زمان تاریخی و حساسی است که باید ما این حساسیت تاریخی رو به خوبی درک بکنیم همین لحظه در قم تظاهرات است قزوین تظاهرات بندر عباس مخصوصا خیابان حویزه بسیار شلوغ و تظاهرات شعارهای قصیل انقلابی حمایت از کردستان هم هست زاهدان تظاهرات مشهد شروع کردن فرگیس کرج خود کرج گوهردشت تظاهرات اصفهانی اومدن بیرون ولی لازم هست دقیقا منطقه بندی بشه چندین منطقه دو منطقه برای اصفهان کافی نیست دشمن میتونه نیروی اصفهان رو متمرکز کنه بر دو منطقه ولی زمانی که شما تصور کنید در ده منطقه اسفهان بیا چه غلطی میکنن نمیتونن حضور داشته باشن همه جا زمینگیر میشن توجه کنید توجه کنید در جوانرود یک شهرستان کوچک گردان مکانیزه و سپاه پاسداران اونجاست هیچ غلطی نکرد با دوشکاش لیک کردند ولی مردم هنوز در میدان هستند و نشون دادن که از ما اراده پیروزیش حتمیه بر مزدوری که مسلم هست حالا ما این رو باید در تهران بزرگ در اصفهان در شیراز در مشهد در تبریز به نمایش بگذاریم در اسلام شهر همین لحظه تظاهرات باغستان کرج هم اومدن بیرون نیشابوریا درود بر شرفتون اومدن بیرون و دارن حمایت میکنن از انقلاب از جنایتی که در کردستان هست دهلوران اومدن بیرون بناب ترک‌های قهرمان اومدن بیرون. چه بلای سر ملکان آوردند؟ شما نگاه کنید دکتر آیدا رو چیکار کردند؟ اومدن حتی دشمن بعد از اینکه این دکتر جوان و شجاع رو به شهادت رسوندند. جانش رو گرفتند. بعد تخریب کردن این باخته آزادی. رفتن فیلم ساختن، فیلم کاملا دروغ و کز و ادیت شده که بگن مست بوده خودش از پشت بام اومده پایین این بزرگترین بیحرمتی به شرافت و کرامت ترک آذربایجانی که بدون تردید هیچ ترک شریفی این بیشرفی آخوندها رو نخواهد پذیرفت و لازم هست که ما پاسخ بدیم انتقام انتقام تک تک شهدا و جان باختگان راه آزادی واجب هست دیگه یک واجب انسانیه در قلعه حسن خان در شهریار تظاهرات کماکان ادامه داره همزمان یک قدم جلوتر درگیری در سقز در مهاباد حالت درگیری و جنگ کامل تمام ایار یوسف کندی مهاباد حتی روستا هم اومده بیرون پنج کیلومتری شهری مهاباده پیران شهری ها اومدن بیرون جوان رود غوغاست یک صحنه تمام ایار از خواست آزادی که مردمی که نشون میدن نمیان هیچ یک قدم هم عقب نشینی نمی کنن و اجازه نمیدن که دشمن بتونه بار دیگه مسلط بشه به اونجا با خون خودشون اجازه ندادن فرزند جانباخته آزادی بلا فاصله بعد از پدرش ستوری کرده که به ما تسلیت نگید ما نمیخوایم ادامه بدید این روحیه بالا پدر محمد جانباخته آزادی در بوکان اومد گفت که ما روحیمون بالاست ادامه بدید پیروزی حتمیه پدر کاروان در پیرانشهر جانباخته 16 ساله آزادی 16 سال اومد گفت پسر من به کاروان شهدا و جانباختگان آزادی پیوست ادامه بدید تمام فریادها فریاد روحیه پر قدرت و بالایی رو داره نشون میده که میگه ادامه بدید جمهوری اسلامی رفتنیه وقتی که ما در این شهرهای کوچک بتونیم شهرهای بزرگ به راحتی میتونن جمعیت بالا به راحتی پوزه خامنه ای خائن رو به خاک میمالن پس از خونه ها خارج بشیم همه از خونه ها خارج بشیم در روانسر اومدن بیرون در حمایت از جوان رود سنندج شریف آبا قوقاست ایلام اومدن بیرون کرمانشاه فرهنگیان فاز اومدن بیرون تظاهرات هست ارومیه تظاهرات هست مریوان تظاهرات هست و ایزه هم دوباره شروع کرده به رقم جنایتی که اونجا شروع شد در مناطق مختلف دیگه بدون تردید همین حالا هست و شاید در ساعت بعدی ویدیو ها برسه ولی در مورد یکی دو مسئله جوانرود رود آنچه که در جوانرود اتفاق افتاد یعنی تکلیف حکومتی که با سلاح نیمه سنگین با دشگاه به مردمش مردمی که هیچ سلاحی در دست ندارند تیراندازی میکنه کاملا روشنه یعنی این حکومت با مردم دشمن کامل و خونی هست و دیگه هیچ راهی جز مبارزه که به یک اساسا به زندگی تبدیل شده نیست یعنی ما برای زندگی باید مبارزه کنیم هیچ راهی نداریم و باید بپیوندیم به این مبارزه برای بیرون راندن دشمن آخوندی از سر تا سر ایران این خیلی مهم هست جوانودی ها فرصت دادن به خائنین شهر به نماینده خائن آرش لهونی که خودش یک خائن سپاهیه به ملاقادر قادری امام جمعه خائن پاوه و نماینده خامنی ای خائن که یکی از عوامل اومدن سپاه هست و همچنین به سعدی نقشبندی فرماندار خائن شهر که اینها 24 ساعت تا کمتر از 48 ساعت دیگه اگر حملات سپاه پایان نپذیره اینها خودشون و خونواده در امان نخواهند بود دیگه دوره بزن و در رو و خیانت بازی به پایان رسیده مردم خیلی سریع و روشن پاسخ میدن و نورانی کردن خائنین به خوبی شروع شده در کردستان و خوشبختانه در جاهای دیگه هم دیده شد در اصفهان در مشهد در تهران در کرج باید خیلی بیشتر بشه تکلیف ما با این حکومتی که داره از اون سلاحی که داره علیه مردم خودش استفاده میکنه برای نابودی مردم خودش کاملا روشنه هیچ جای بحث و حتی کوچکترین تردیدی هم وجود نداره برای برخورد با اینها خونواده بزرگ جهان رو توایف بزرگ ازشون خواسته شده که بپیوندند سید احمد بیگ جاف ایناخی ها کلاشی‌ها، ها کلاشی ها، رستنبگی ها، منوچری ها، تا و گوزی ها اینها دشمن نتونست تفرقه بینشون بیندازه بندازه لازم هست همه به میدان بیان فرزندانشون برای خونخواهی برای مشت در برابر مشت نشون دادن مقابل آخوندهای فاسد آتش و دود پاسخ داده مهمترین مسئله است برای کور کردن چشم دشمن زمانی که پهباد یا هلیکوپتر اینها مرا هلیکوپتر هاشون بر فراز شهرها هستند کور خواهند شد آتش روشن کنیم آتش روشن کنیم و این مسئله مهمه همیهنان گرامی تأکید میکنم اگر انقلاب در کردستان به هر دلیلی متوقف بشه انقلاب ایران متوقف میشه پس نذاریم که اونایی که به قول یک دوست شاعرمون گفت اونایی که فریاد میزدن کردستان چشم و چراغ ایران حالا دارن حمله بردن به کردستان اجازه ندیم این چشم کور بشه و این چراغ کم سو همه بیایم بیرون دفاع بکنیم همه بیایم بیرون شروع بکنیم زمانی که یک شهری در کردستان با جمعیت صد هزار نفری میتونه دشمنه تا دندان مسلح رو به زانو در بیاره تهران بزرگ میتونه اصفهان شیراز مشهد تبریز همه شهرهای ایران به همین دلیل بیایم بیرون و نگران نباشیم که اگر اومدیم بیرون نمیتونیم ما میتونیم نشون داده شد ما میتونیم دشمن رو به عقب برانیم این پاسخ داده این در میدان بودن پاسخ داده همه وارد بشیم این انقلاب شاید آخرین شانس ماندن ایران و ایرانی هست اجازه ندیم که اشغالگران آخوندی بتونن باقی بمونن اینها رو باید به پایان برسونیم اجازه ندیم که ما رو وارد دوره فرسایشی بکنن قدرت انقلاب رو ببریم بالا با مشارکت همگانی تردید نکنید که پیروزی با مردم بزرگ ایران هست مردمی که دیگه از هر وسیله باید استفاده بکنن برای دشمن اشغالگر برای بیرون درشون رسانه های حکومتی در مهاباد عملیات پاکسازی انجام شد لموند فرانسه رژیم ایران به سوی پرتگاه می دود. در ایران روزنامه ی وطن امروز تعارف را کنار گذاشت و گزارش داد آنچه در مهاباد علیه مردم بیدفاع و به شکل قتل عام اتفاق افتاده عملیات پاکسازی بود که قرارگاه همزه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مشارکت نیروی انتظامی برای پایان دادن به اختشاشات انجام داد با وجود این سرکوب خونین اعتراضات در مهاباد یک روز بعد هم در این شهر و هم در سایر شهرها با ادامه تظاهرات وضعیت انقلابی همچنان تداوم پیدا کرد روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به سرکوب صدها نفر از معترضان در جریان خیزش سراسری در ایران اشاره کرده و می نویسد نیروهای امنیتی از فاصله نزدیک مردم را هدف قرار داده و چشمان آنها بر اثر اصابت گلوله های فلزی و پلاستیکی نابینا شده است. در این گزارش تاکید شده آمار دقیقی از افرادی که در اعتراضات نابینا شده اند وجود ندارد اما نیویورک تایمز با بررسی شواهد پزشکی شهادت معترضان اعضای خانواده افراد مجروح و گزارش نهادهای حقوق بشری توانسته صدها مورد از قربانیانی که چشمشان هدف گلوله قرار گرفته را تایید کند روزنامه فرانسوی لمان در گزارشی با عنوان رژیم ایران به سوی پرتگاه میدود نوشت اعتراضاتی که در دو ماه گذشته ایران را تکان داده بیانگر انبوهی از نارضایتی هاست اما حکومت تنها به بقای خود فکر می کند. در این گزارش آمده رژیمی که جوانانش را میکشد چه سرنوشتی دارد این پرسش در حالی همچنان مطرح است که بیش از دو ماه است که در ایران خون جاری است رژیم دارد چگونه سرکوب کند اما هیچ مرد یا زن ایرانی در عزم خود برای در هم شکستن خفقان شک ندارد تاکتیک ارعاب دیگر موثر نیست و موج خشم مردم بسیار قدرتمند به نظر می رسد لمون در بخش دیگری می نویسد رژیم علی خامنه ناتوان در مقابل این خشم فوری دست به زور و خشونت زد و در حالی که تنها دغدغه‌اش دق حفظ قدرت است و نمیشد انتظار دیگری داشت، اساسا در نظر نمیگیرد با این خشونت چه هزینه‌ای به مردم تحمیل می‌شود. از مخامنه ای برای دستیابی به تسلیحات ای با وجود انکارش به قیمت تحریم های سنگین بین المللی که جامعه ایران را ویران می‌کند، گواه دیگری بر اولویت های اوست. تحلیلگران می‌گویند جمهوری اسلامی که بعد از چین به سومین زندان بزرگ روزنامه جهان تبدیل شده اکنون تنها با تکیه بر و سرکوب توسط سپاه قدرت را حفظ کرده است در پایان گزارش لموند آمده این رژیم دیگر نمیتواند مانند گذشته با ظاهر کسرتگرایی بین اصلاح طلبان و گرایان بازی کند موج بزرگ اعتراضات ناشی از نتایج تقلب احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 2009 توسط یکی از مقامات ارشد سابق جمهوری اسلامی میر حسین موسوی رهبری شد حالا دوازده سال بعد هر گونه توهم امکان اصلاح طلبی از بین رفته و تظاهر کنندگان شعار مرگ بر جمهوری اسلامی در حمایت از اعتراضات مردم کردستان و آذربایجان غربی در سایر شهرها از جمله تبریز و بوشهر و تهران مردم دست به اعتراض زدند رهبر جمهوری اسلامی یک شنبه 29 آبان در جمع شماری از هواداران مدعی شده تا این ساعت به حمدالله دشمن شکست خورده است او همچنین اطمینان داده که بساط اقتشاشگران جمع خواهد شد عزیزان ممنونیم از اینکه کانال ما رو برای تماشا انتخاب کردید به امید پیروزی ملت سربلند ایران خود نگهدارتان. <applause>